تشکر سروش. بیننده های عزیز سلام، به حال می پردازیم به چند خبر دیگر از منطقه و جهان. یک رشته حملات انتحاری در آرامگاه صوفیان در شهر لاهور ده ها کشته و زخمی به جای گذاشت. آرامگاه موسوم به داتو دربار در شهر لاهور از مشهورترین مکانهای زیارتی است که سالانه صدها هزار مسلمان از آن بازدید می کنند. پلیس لاهور می گوید که سه انتحار کننده شام دیروز در این آرامگاه خود را بین هزاران نفر که مشغول دعا و نیایش بودند منفجر کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش. آرامگاه مشهور داتا دربار در شهر لاهور پاکستان. سالانه صدها هزار مسلمان به زیارت صوفیان میآیند که در اینجا دفنند. جمعه شب در حالی که هزاران نفر مشغول بازدید از این زیارت بودند، به یک بارگی یک رشته انفجارها در این آرامگاه به وقوع پیوست. پلیس لاهور میگوید نزدیک به 35 نفر در این انفجارها کشته شدند و حداقل 175 تن دیگر زخمی شدند. تصور می شود این نخستین حمله به آرامگاه مقدس مسلمانان در لاهور باشد. صدای بلند انفجار شنیدم. من همان لحظه نشسته بودم. کسایی که در اطراف ما بودند بسیاریشان کشته شدند. تقریبا 20 نفر آن طرف مصروف عبادت بودند که هیچ کدامشان نجات نیافتند. خسرو پرویز از مقام های پلیس لاهور میگوید که دو حمله در حیات اصلی آرامگاه و حمله سومی در طبقه پایان آن انجام شده است. آثار بجامانده از انفجارها نشان میدهد که بمبگذاران انتحاری از بمب‌های بسیار قوی که از بولبرینگ ساخته شده بود استفاده کردند. پیش از این نیز شهر لاهور هدف یک رشته حملات انفجاری قرار گرفته بود. دو ماه پیش یک بمبگذار انتحاری به دفتر مرکزی ضد تروریستی در لاهور حمله کرد که 13 تن کشته شدند. یک ماه پیش بیش از 90 نفر در یک حمله به فرقه اقلیت احمدی در این شهر کشته شدند. مقام های سازمان امنیتی پاکستان خوشحال بودند که ماه جون نخستین ماه طی دو سال اخیر در پاکستان بود که بدون حملات انفجاری سپری شد. مقام های امنیتی پاکستان میگویند آرامی در یک ماه گذشته خوشبینی ها را زیاد کرده بود که شبکه شورشیان مختل شده است. اما کارشناسان در پاکستان میگویند اغلب مردم میدانستند که هنوز راه دراز تا پایان جنگ علیه شورشیان است که در مناطق وسیع این کشور فعالیت دارند. رئیس جمهور آمریکا مصوبه تحریم های یک جانبه علیه ایران را امضا کرد. آقای اوباما گفته است ایران در صورت عدم تغییر در سیاست اتمیش با فشارهای بیشتر آمریکا مواجه خواهد شد. مصوبه تحریم های یک جانبه بر ایران هفته گذشته در کنگره آمریکا تصویب شد. کاخ سفید میگوید این شدیدترین تحریم علیه ایران است که کنگره آن را تصویب کرده است. آمریکا میگوید این بار قلب توانایی های ایران را هدف تحریم قرار داده است. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا عصر روز گذشته مصوبه تحریم های یک جانبه علیه ایران را امضا کرد. او گفت اگر ایران در سیاست های اتمیش تغییر وارد نکند با فشارهای بیشتر آمریکا مواجه خواهد شد. در مراسمی که آقای اوباما این مصوبه را امضا کرد، مقام های ارشد کنگره آمریکا از جمله نانسی پلوسی رهبر دموکرات این مجلس نیز حضور داشت. مصوبه تحریم های یک جانبه کنگره آمریکا پس از امضای آقای اوباما به قانون لازم الاجرا تبدیل شد. اوباما ایران را متهم کرد که نتوانسته آژانس بین المللی انرژی اتمی را متقاعد کند که برنامه های اتمیش صلح‌آمیز است. ایران اما بارها ادعا کرده است که برنامه اتمی این کشور با اهداف مسالمت‌آمیز دنبال می شود. تهران نهاد را برای مقابله با تحریم ها ایجاد کرده است که به گفته منوچهر متکی وزیر خارجه این کشور در 5 سال گذشته تجارب خوبی در تعاملات اقتصادی داشته است. رئیس جمهور آمریکا این را هم گفته است که با وجود تشدید تحریم ها بر ایران، آمریکا در کنار مردم ایران خواهد بود. او در این حال گفته است که راه مذاکره برای ایران باز است و دولت ایران هنوز می تواند ثابت کند که مقاصد هسته‌ایش صلح‌آمیز است. تیموتی گایتنر وزیر مالیه آمریکا نیز با صدور بیانیه گفت که این قانون به او اختیارات جدید و مؤثری برای تحریم های اجباری بانک های خارجی می دهد که خدمات مالی برای برنامه اتمی ایران فراهم می کنند. قانونگذاران آمریکا میزان جریمه نقدی اشخاص را که این تحریم ها را نقض کنند از $10,000 به $1,000,000 و مجازات حبس برای چنین اقدام را هم از 10 سال به حد اکثر 20 سال افزایش دادند. رویدادهای از خارج کشور بود که تقدیم حضورتان شد و در ادامه همکارم ادریس جویا با رویدادهای ورزشی با شماست. تشکر آقای افتخاری.